یکی از هموطنان یه نامه نوشته و از ما خواسته که در این اکسیوم این نامه خونده بشه. به هموطنان خارج از کشور، به نام ملت ایران فارغ از هر قوم، نژاد، دین، زبان و فارغ از هر نگرش سیاسی و حزبی و اندیشه‌ای، اینک که شما مبارزان خارج از کشور با کولباری از درد فراغ از میهن، با همه شدت و دد به رهایی این کشور و ملت سالها به پا خواسته اید، لازم می دانم مواردی را به عنوان بخشی از دغدغه های این ملت یادآوری نمایم. یک، قطعا تنها راه رهایی اتحاد و یا ائتلاف همه جریانات و گروه ها و ملت بزرگ ایران است. دو، کسانی که در چه در داخل و چه خارج از کشور مشارکت در انتخابات را سر می دهند، قطعا از قافله ملت و نیروهای مبارز و آزادی‌خواه جدا هست. سه، در چنین شرایطی ضمن احترام به حقوق مشروع و حقانی اقوام در ایران، هر ساز و نقمه جدایی و اختلاف و انشقاق جز آب با آسیاب دشمن رهی توشه نخواهد داشت. چهار، هر مبارزه‌ای تاوان می‌خواهد و به دلیل خاص ملت ایران در براندازی این تاوان گسترده، بزرگ و درد آور خواهد بود. اما یادمان باشد نه هراسی که با اتحاد به مبارزه بی امان خیش تا رهایی ادامه دهیم. پنج، ملت ایران فریب وعده‌ها، جنابازی، ادرون حکومتی، اعترافات اشباری و نمایش‌های تکراری نظام را نمی‌خوانم. یقین دارم همرزمان و هموطنان خارج از کشور چون گذشته در کنار ملت ایران با ذره ذره وجود خود ایستاده و از هیچ حمایت و تلاشی دریغ نمی‌ورزند. به امید ایرانی رها، آزاد، یک پارچه، سرفراز، با مشارکت همه جریانات و احزاب و اندیشه ها نامه ای از یک هموطن در درون ایران. دوستان، همینجوری که هممون اطلاع داریم، مبرمترین نیاز جامعه ایران همبستگی است. برای این همبستگی در این هامبورگ بیش از 30,000 ایرانی وجود داره و ما باید رای رو پیدا بکنیم که حمایت‌های مادی و معنوی رو با هر عقیده و فکر سیاسی در کنار هم قرار بگیم و به این خواسته مردم ایران که از ما خواهان پاسخ دادن به این نیازمون هست یک رای رو پیدا بکنیم. در این راستا ما روز 18 ژانویه الان دعوت میکنیم به همه هموطنان که یک جلسه عمومی برگزار خواهیم کرد و هدف این جلسه فقط و فقط حمایت‌های مادی و معنوی است و در اونجا هیچ بحث سیاسی نمیشه. در این همبستگی هدف ما این هست که 90% هموطنانی که به ایران میرن و میان مثل ما قلبشون واسه هموطنان میسوزه، ولی به شرایط شخصی و خانوادگی قصد دارن به ایران برن و برگردن. ما از اونها هم